سلام دوستای خوبم، به کلاس آنلاین من خوش اومدین. بنده سروش صفا هستم، مدرس درس زیستشناسی کنکور، و میخوایم گفتار دوم از فصل چهارم دوازدهم یعنی تغییر در جمعیت ها رو در رابطه باش صحبت بکنیم. بدون مقدمه چینی بریم صاف سراغ اصل مطلب و نکات مهمی که در خلال این گفتار میخوام بهتون بگیم، چون یه ذره گفتار طولانیه، من دیگه خیلی صحبت نمیکنم ابتداش و توی ادامه درس نکته هامو بهتون خواهم گفت. وقتی که آدمی اومد و پادزیست یا آنتیبیوتیک ها رو کشف کرد که یکی از کارآمدترین ابزارهای دفاعی در برابر باکتری های بیماریزا هست، دقت بکن، باکتری های بیماریزا، و تونست تو نبرد با اونها پیروز بشه، بعد از این مدت دید که باکتری های بیماریزا دارن مقاوم میشن با آنتیبیوتیک ها، هی آنتیبیوتیک ها رو عوض کرده، هی آنتیبیوتیک های جدید وارد بازار شدند. این تغییر در واقع در باکتری ها نشون داد که جمعیت ها میتوانند تغییر کنند، اما نکتهش چیه؟ در گذر زمان، یعنی تغییر تدریجی است نه به سرعت. خب حالا جمعیت تعریفش چی است؟ به جاندارانی که از یک گونه هستند در یک زمان و یک مکان زندگی میکنن میگن جمعیت. باید مثال گربه هایی که در کل شهر تهران هستن، جمعیت گربه های تهران رو در حال حاضر در زمان حال دارن زندگی میکنن تشکیل میدن. ما نمیتونیم بگیم که جمعیت گربه های تهران اومده گربه رو توی مثلا استان دیگه ای فرض بکنیم که جزو این جمعیت باشه. نه، جمعیت این افرادی که دارن یه جا کنار هم زندگی میکنن در یک زمان. مثلا در سرشماری جمعیت ها میگن که جمعیت ایران در سال 1397، نمیگن که ایران در سال 97 200 میلیون جمعیت داره، جمعیت قدیم رو هم بیارن به اون اضافه کنن. پس در زمان و مکان مشخص. تعریف گونه چی؟ گونه میگیم افرادی که از نظر تعداد کروموزوم، پس اولش تعداد کروموزوم هست، نوع ژن ها، علاوه بر کروموزوم ژن ها هم باید شبیه هم باشن. انسان و درخت زیتون هر دو 46 کروموزوم دارن، ولی چون ژناشون شبیه هم نیستن، ما هیچ کدوم شبیه درخت زیتون نیستیم، یا درخت زیتون هم هیچ کدوم شبیه انسان ها نیستن. خب بتونن با هم دیگر تولید مثل کنن، خیلی اصل مهمی که حتما افراد گونه میتونن تولید مثل کنن. حالا تولید مثل رو انجام میدن زاده های زیستا دارای توانایی زیستن و زایا توانایی تولید مثل به وجود بیارن. یعنی فقط ملاک نیست که بتونن تولید مثل کنن، بعد زاده های یا بچه هاشون که به وجود میاد اینها قابلیت تولید مثل و زنده بودن رو داشته باشند. ما به این افراد میگیم گونه. خب گونه ها در گذر زمان تغییر میکنن که بهش اشاره میکنیم. شباهت های بین جانداران موجب شده که اونها رو توی گونه قرار بدیم، اما تو هر گونه ای تفاوت های فردی هم وجود داره که باعث شناخت جانداران از همدیگه میشه. هیچ دو جانداری شما نمیتونید پیدا کنید، حتی دو قلوهای همسان باز هم تفاوت هایی رو با همدیگه دارن. پس تفاوت های فردی موجب شناخته شدن جانداران میشود. خب تفاوت های فردی در اثر دو عامل به وجود میاد، عوامل ارثی و عوامل محیطی. ما اینو تو امتحان که به دانش آموزا میدیم اصلا میبینیم که خیلی غلط می نویسن یا بلد نیستن، چون به نکات ریز کتاب توجه نمی کنن. دوست من خوب توجه کن، اگه تو درس زیست میخوای متوجه خوب نمره بگیری و بعد نتیجه خوبی تو کنکور بگیری، باید اینها رو خوب متوجه بشی و خوب یاد بگیری. نکات خیلی ریز. تفاوت های فردی در اثر عوامل ارثی، یعنی خب یکی پدرش مثلا موهاش روشن هست، خودش هم موهاش روشن میشه، دوستش پدرش موهاش تیره است، موهاش تیره میشه. پس علت تفاوت موهای اینها ارثی است. یا محیطی، محیط هم میتواند باعث تغییر شود. کسی که در محیطی رشد کرده که سوء تغذیه داشته و مواد خوب مصرف نکرده رشد خوبی نداره، و کسی که در این محیط بهتر بوده رشد بهتری داشته، اینها همگی در ایجاد تفاوت‌های فردی مؤثرند. تفاوت‌های فردی موجب پایداری گونه ها میشن، یعنی باعث میشن که گونه باقی بماند و ادامه پیدا بکنه اون ژن های اون گونه، و تغییر جمعیت ها. ببین یه جا گفته گونه پایدار بمونه، یه جا گفته جمعیت تغییر کنه، دو تا با هم خیلی فرق میکنن ها. گونه پایدار بمونه یعنی در واقع این نسل انسان ها باقی بمونه، اما جمعیت تغییر جمعیت یعنی چی؟ یعنی این جمعیتی که در واقع الان هست شکل و شمایلش عوض بشه، مثلا رنگ موهاشون عوض بشه، رنگ چشاشون عوض بشه. گونه جدید به وجود نیومده، گونه پایدار مونده اما جمعیت تغییر کرده. پس عوامل در واقع تفاوت های فردی که در اثر عوامل ارثی و محیطی به وجود میان باعث پایداری گونه و تغییر جمعیت میشوند.
حالا هرچه تفاوت‌های فردی توی جمعیت بیشتر باشه، تنوع افراد هم خب بیشتر، این خیلی مشخص هست. حالا مثالی کتاب زده، گفته ما یه جمعیت داریم که این جمعیت از نظر تفاوت در واقع تحمل سرما دو حالت هستن، برخی بیشتر برخی کمتر سرما رو تحمل میکنن. یه دفعه در عرض چند سال هوا دماش به شدت کاهش پیدا میکنه، وقتی که هوا دماش کاهش پیدا میکنه، شانس زنده موندن و بقای نسل، یعنی ادامه حیات و تولید مثل افراد که به سرما مقاوم ترن بیشتر میشه. اینجور نیست که افراد که به سرما مقاوم نیستن کاملا از بین برن، نه، اونها میمونن، ولی خب چون تعدادشون کم میشه، شانس تولید مثلشون کم میشه، ضعیف میشن، اینها به مرور زمان ژن‌هاشون کاهش پیدا میکنه و افرادی که میتونن تو این سرما زنده بمونن و میتونن تولید مثل کنن، ژن‌های خودشون رو افزایش میدن. خب جمعیت تغییر میکنه، جمعیت جدیدی که در واقع به وجود اومده در اثر تفاوت‌های فردی به وجود اومده، بیشتر افرادی هستن که این افراد دارای چی هستند؟ دارای ژن‌های مقاوم به سرما هستند. خب این نکته مهم که اینجا هست، الان چه چیزی باعث ایجاد تفاوت در افراد شد؟ تفاوت‌های فردی باعث شد که افراد متفاوت از هم باشن. چه چیزی باعث شد که افراد که با سرما سازگارتر بودن زنده بمونن؟ این رو بهش میگیم انتخاب طبیعی، یعنی طبیعت اینها رو انتخاب کرده، طبیعت باعث شده که این افرادی که مقاوم به سرما هستند در واقع بیان و جمعیت جدیدی رو تشکیل بدهند. خب عامل تغییر کنن، عاملی که جهت انتخاب رو مشخص کرده چی بوده؟ شرایط محیطی بوده، یعنی اگه محیط گرم میشد، افرادی که به گرما مقاوم بودن باقی میموندن، یا اون افرادی که از بین رفتن به خاطر سرما اونا باقی میموندن. پس محیط تعیین میکنه، اگر محیط گرم بشه یک سری از افراد باقی میمونن و جمعیت بعدی بیشتر از این افراد تشکیل خواهد شد، اگر محیط سرد بشود باز یک سری افراد دیگر. جهت تغییرات و جهت تغییر جمعیت رو همیشه محیط تغییر تعیین میکنه. خب چه عواملی برای تغییر جمعیت مورد نیازه؟ اولی که باید تفاوت‌های فردی باشه، گفتیم تفاوت‌های فردی باعث تنوع میشه، باعث میشه که افراد سازگارتر با محیط باقی بمونن. ببین ما گفتیم محیط تعیین می‌کنه که چه افرادی باقی بمونن، پس ما اینجا نمیتونیم یک صفتی رو بگیم صفت برتر، مثلا بگیم افرادی که در سرما باقی موندن صفت برتری داشتن، نه، اینها صفتشون با محیط سازگارتر بوده، چون اگه محیط گرم بشه دیگه اون صفت برتر نیست. وقتی داریم میگیم صفت برتر، تحت هر شرایطی باید برتر باشد، اما صفتی که توی محیط برتره توی محیط دیگه برتر نیست، این قطعا صفت برتر محسوب نمیشه. به همین خاطر به جای واژه صفت برتر یا ژن برتر، از واژه صفت سازگارتر استفاده میکنند، که این رو توضیحش الان بهتون دادم، نکتهش هم اومد. محیط گفتیم تعیین کننده جهت تغییراته، تغییرات به کدوم سمت برود، کدام صفت با فراوانی بیشتری به نسل بعد منتقل بشن، صفت مقاوم به سرما منتقل بشه یا صفت مقاوم به گرما. پس جهت تغییرات رو داره محیط تعیین میکنه. و انتخاب طبیعی، یعنی انتخاب افراد سازگارتر، یعنی شانس افرادی که سازگارتر هستند رو برای زنده موندن و تولید مثل بیشتر میکنه. این رو بهش میگه انتخاب طبیعی، یعنی افرادی که به هر حال در اثر اون تغییر شرایط نمیتونن شانس پیدا کنن و زنده بمونن یا تولید مثل کنن، اینها توسط انتخاب طبیعی کنار گذاشته میشن و افراد مقاومتر باقی میمونن. پس باقی ماندن افراد سازگارتر رو بهش میگیم انتخاب طبیعی، چون طبیعت انتخاب کرده. خب اینجا عوامل محیطی و غیر محیطی، این بالا باعث مثل جهش و نوترکیبی باعث میشن افراد متنوع بشن. خوب دقت کن اینجا فرد متنوع شده، فرد که متنوع بشود، انتخاب افراد سازگارتر با شرایط محیطی توسط انتخاب طبیعی اتفاق میفته و فراوانی افراد سازگارتر تغییر پیدا میکنه. خب اینجا میشه تغییر جمعیت، وقتی که اینها تغییر پیدا کنن، جمعیت هم افراد در واقع تغییر پیدا میکنه. جمعیت جدید ما ژن‌هاش از افرادی تشکیل شده که با شرایط محیط جدید سازگارتر بودند. مثالی که کتاب زده مثالی از در واقع باکتریاست. اینجا جمعیت اولیه باکتریاست، دقت بکنید، باکتریایی که در زمانهای خیلی گذشته بودن. اونهایی که قرمز رنگ هستن، دو تا هستن تو کل این جمعیت، اینها ژن مقاوم به آنتی بیوتیک رو داخل خودشون دارن و مقاوم به آنتی بیوتیک هستن. خب در اثر گذر زمان و در اثر مصرف آنتی بیوتیک ها، اون باکتری هایی که مقاوم نبودن به آنتی بیوتیک از بین رفتند،
اینجا این باکتری‌هایی که مقاوم نیستن از بین میروند و اون مقاوم ها باقی میمونن و تکثیر میشوند. این میشه انتخاب طبیعی. البته خب چون به وسیله بشر به وجود اومده اسم طبیعی نمیشه روش گذاشت، مثال هست. میشه انتخاب افراد سازگارتر با محیط. این افراد سازگارتر با محیط اگر هم توی محیطی قرار بگیرن که یه باکتری غیر مقاوم به آنتی بیوتیک باشه، میتونن با انتقال ژن خودشون، اینجا انتقال صفت مقاومت از باکتری غیر مقاوم به مقاوم، اونها رو هم مقاوم کنن. پس کلا شکل جمعیت عوض شد. جمعیت اولیه ما، شماره یک ما، بیشتر باکتری هاش در واقع غیر مقاوم به آنتی بیوتیک بودن، اما جمعیت جدید ما اینجا باکتری ها بیشتر مقاومت به آنتی بیوتیک رو ژنش رو دارن. پس تغییر افراد موجب تغییر در واقع فرصت رو میده به انتخاب طبیعی که افراد سازگارتر رو انتخاب کنه و افراد سازگارتر در محیط باقی میمونن. حالا اگر تو جمعیت اولی ما هیچ تنوعی نداشتیم، یعنی همشون غیر مقاوم به آنتی بیوتیک بودن، خب آنتی بیوتیک که میزدن همه باکتری از بین میرفتن و دیگه باکتری مقاوم باقی نمیموند. پس شرط تغییر جمعیت این هست که حتما تفاوت فردی وجود داشته باشه، محیط تغییر بکنه و انتخاب طبیعی هم انجام بشود. خب خزانه ژن یعنی چی؟ یعنی همه علل‌های موجود در همه جایگاه‌های ژنی افراد یک جمعیت. یعنی هر چی علل دارن تو جایگاه ژنشون، یعنی رو کروموزوم‌هاشون، هر چی علل دارن برای مربوط به یک ژن رو، حالا داریم مثال می‌زنیم، مربوط به یک ژن باشه، اون رو بمیشیم خزانه ژنی. اینجا عکسی که براتون گذاشتیم به خوبی امیدوارم که مفهوم رو در واقع در ذهنتون القا کنه. ببینید ما اینجا سه نوع ژن داریم. ژن باعث رنگ قرمز میشه، بعضی از افراد فقط ژن قرمز رنگ رو دارن. ژنی که باعث رنگ آبی میشه، بعضی از افراد خالصن فقط آبی رو دارن. و ژنی که باعث رنگ سبز میشه، بعضی از افراد فقط سبز رو دارن. بعضی از افراد مخلوطی از هر دو هستن، مخلوط سبز و آبی هن، مخلوط سبز و قرمز هن، مخلوط قرمز و آبی هن. کلهم ما سه تا در واقع چی داریم؟ علل داریم برای این ژن. علل رنگ قرمز، علل رنگ سبز و علل رنگ آبی. کل این علل ها رو در افراد جامعه، در کل جامعه رو بشیم خزانه ژنی. یعنی هر کدوم از این افراد دارای بخشی از یک خزانه ژنی هستند. خب جمعیت در حال تعادل چه جمعیتی است؟ جمعیتی است که فراوانی علل هاش و همچنین فراوانی ژنوتیپ هاش از نسلی به نسل بعد حفظ شود. یعنی اگر به عنوان مثال فراوانی علل غالب توی جمعیتی 60% هست و فراوانی علل مغلوب 40%، اگر این جمعیت در طی چند نسل این فراوانی ثابت بمونه، یعنی علل غالب همون 60% باشه، علل مغلوب 40% باشه، یا ژنوتیپ ها فرق نمیکنه، فراوانی ژنوتیپ ها ثابت بمونه، یعنی افراد غالب فراوانیشون ثابت باشه، افراد مغلوب هم ثابت باشه، این جمعیت رو بشیم جمعیت در حال تعادل. خب تا وقتی جمعیت در حال تعادل، تغییری در اون مورد انتظار نیست. اگر از تعادل خارج شود، یعنی تغییر رو در پیش گرفته، یعنی وارد تغییر شده. برای اینکه جمعیتی در حال تعادل باشد، اولی که باید اندازه خیلی بزرگی داشته باشه، پس بزرگی شرط مهمی است، برای شرط اولیه است برای جمعیت در حال تعادل. آمیزش هامون هم باید تصادفی باشن. تو معمولا تو جمعیت ها آمیزش ها تصادفی نیستن، پس تعادل جمعیت ها به هم میخورد. خب عواملی که تعادل رو برهم میزنن رو میخوایم بررسی بکنیم با هم دیگه. اولیش جهشه. جهش علل رو تغییر میده، فراوانی علل تغییر میکنه. خب ما گفتیم که فراوانی علل ها ثابت بمونه، وقتی فراوانی عللی تغییر کرد، خب قطعا اون جمعیت از حال تعادل خارج میشود. جهش میتواند علل های جدیدی رو به خزانه ژنی ما اضافه تر کنه، خزانه رو غنی تر کنه. خب هر چه خزانه ژنی غنی تر باشه، گوناگونی افزایش پیدا میکنه. شما توی اون خزانه ژنی دو تا صفحه پیش که من آوردم، رنگ های قرمز و سبز و آبی بودن، اگر جهش علل ایجاد کنه که یه رنگ جدیدی بیاد، مثلا رنگ زرد رو بیاره، خب این رنگ زرد چقدر گوناگونی رو اضافه میکنه. افراد خالص زرد رنگ میشن، افرادی که رنگ علل زرد و قرمز رو دارن رنگ زرد و قرمز رو خواهند داشت، و و و خیلی رنگ های متنوعی به وجود خواهد اومد. پس جهش فرد رو تغییر میدهد، فراوانی نسبی علل رو تغییر میده، جمعیت از حال تعادل خارج میکنه، اما گوناگونی رو افزایش میده، تنوع رو افزایش میده در جمعیت. خب
این نکته خیلی مهم اینجا داریم که بسیاری از جهش ها، وقتی لفظ بسیاری داره روی دیتا حتما تاکید داریم، بسیاری از جهش ها تاثیر فوری بر فنوتیپ ندارن. یعنی چی؟ یعنی جهش الان اتفاق میفته ولی تاثیرش ممکن تو یکی دو نسل آینده مشخص بشه، چون فنوتیپ مثلا من، فنوتیپ رنگ چشم من ساخته شده اگرم جهشی اتفاق بیفته دیگه رنگ چشم من امکان تغییرش نیست، اما امکان داره فرزندان من رنگ چشمشون تغییر بکنه در اثر این تغییر. حالا این تغییری که اتفاق افتاده، علل جدید میتونه سازگارتر باشه، میتونه در واقع بهتر از عللهای قبلی عمل کنه، میتونه مشابه عللهای قبلی عمل کنه و میتونه بدتر از اونها عمل کنه. پس جهشمون میشه مفید، مضر یا جهش بی اثر که قبلا توی ویدیو مربوطه گفتار یک درباره اون صحبت کردیم. جهش ماده خام انتخاب طبیعی هست. کلن انتخاب طبیعی بچه دوتا ماده خام داره، خوب گوش کن. ماده خام اولیش جهشه، یعنی اگر جهش انجام بشود میتونه ما در واقع انتخاب طبیعی دستش باز هست برای انتخاب افراد بهتر. دومین ماده خامش نوترکیبی است در افرادی که تولید مثل جنسی دارند. خوب دقت کن، نوترکیبی در افرادی که تولید مثل جنسی دارند و جهش، این دوتا میشه ماده خام انتخاب طبیعی. اگر جهش کاهش پیدا کنه در یک جمعیتی، تنوع تو اون جمعیت هم کاهش پیدا میکنه. پس مهمترین نقش جهش موجب ایجاد تنوع در افراد میشه. وقتی هم که افراد متنوع بشن، جمعیت در واقع تنوع ایجاد میشه. پس نگید که جهش موجب تنوع در جمعیت میشود، نه، جهش افراد رو متنوع میکنه، بعد اونجا افراد که متنوع میشن، به مرور زمان جمعیت هم متنوع خواهد شد. دومین عاملی که تعادل رو در جمعیت به هم میزند رو رانش دگرایی مینامیم. رانش دگرایی یعنی چی؟ یعنی در اثر یک اتفاق تصادفی در واقع حالا طبیعی، فراوانی علل‌ها یا دگره‌ها تغییر پیدا بکنه. خب وقتی که مثلا یه جا آتش سوزی، یه آتش فشان اتفاق میفته، سری جانداران از بین میرن، اونایی که باقی موندن سازگارتر نبودن، اونا خوش شانس‌تر بودن. پس توی رانش افراد باقی مانده افراد در واقع خوش شانس تر هستند و افراد هستند که تونستن از اون مهلکه فرار کنن و قطعا شاید افراد سازگارتر هم نباشن. میتونن سازگارتر باشن، میتونن نباشن، چون لزومن به کار برده یعنی دلیل نمیشه که حتما سازگار باشن. در اثر رانش فراوانی دیگرها تغییر میکنه، فراوانی عللها تغییر میکنه، اما انتخاب طبیعی این کار رو انجام نداده. یعنی نیومده انتخاب طبیعی افراد سازگارتر با محیط رو انتخاب کنه. همیشه یادت باشه انتخاب طبیعی افراد سازگارتر با محیط رو انتخاب میکنه، ولی رانش، در اثر رانش هر فردی که شانس بیاره و زنده بمونه، اون فرد تونسته در واقع ژن‌هاش رو میتونه به نسل بعد منتقل کنه و شانس بقای خودش رو افزایش بده. یه مثال اینجا براتون گذاشتم، مشابه مثال کتاب هست. یک جمعیت اولیه رو اینجا داریم، این بطری اولیه می‌بینین از گویهای قرمز و زرد تشکیل شده که نسبت گویهای زرد داخلش بیشتر هست. یعنی دو نوع فرد رو ما داریم اینجا، افراد قرمز رنگ، افراد زرد رنگ، که افراد زرد رنگ تعدادشون بیشتره. خب در اثر یک عامل طبیعی کاهش اندازه جمعیت اتفاق میفته، تعداد کمی از افراد میتونن در واقع باقی بمونن. این جمعیت کوچیکی که باقی مونده، اگه دقت بکنی افراد قرمز توش بیشترن و بعد این افراد وقتی که جمعیت کوچیک تبدیل میشه به جمعیت بزرگتر، جمعیت بزرگتر باقی که ایجاد شده، جمعیت بزرگتر جدید کاملا مشابه جمعیت کوچک اولیه ما است. پس این جمعیت کوچک اولیه که پس از رانش داریم، این یه جمعیت بزرگی رو تشکیل میده که اون جمعیت بزرگ مشابه جمعیت قبلیشه که افراد قرمز رنگ توی اون بیشتر هستن. این نکته رو میخوام به شما بگیم. اگر در اثر رانش افراد، خب در اثر رانش معمولا افراد کمی از جمعیت باقی میمونن، افراد باقی مانده جمعیت جمعیت بزرگی رو تشکیل بدهن، اول اینکه این جمعیت بزرگ خیلی افراد شبیه هم هستن، چون از یه گروه کوچیک به وجود اومدن، مثل افرادی که در امروز در فنلاند زندگی میکنن. افرادی که در فنلاند زندگی میکنن، این افراد نگاه بکنی همشون شبیه هم هستن، رنگ مو، رنگ چشم، اینا در اثر جمعیت کوچیک اولیه به وجود اومدن. افرادی که در ایسلند هستن، اینها افرادی هستن که از جمعیت های کوچیک اولیه به وجود اومدن و همشون شبیه همن. پس شباهت ها تو جمعیت در واقع بزرگی که به وجود میاد بیشتر هست، افراد بیشتر شبیه همن و شبیه اون جمعیت اولیه هستن که در واقع از رانش باقی مونده بوده.
حالا نکات رانش چی هست؟ هر چه اندازه جمعیت کوچکتر باشه رانش اثر بیشتری داره، یعنی بیشتر میتونه در واقع اثر خودش رو نشون بده. جمعیت های بزرگ مثلا شما فرض میکنید که یک جمعیت 1,000,000 نفر از پرنده ها رو داریم، حالا بر اثر یه اتفاق طبیعی 100 تا از پرنده ها از بین رفتن، ولی تأثیری توی خیلی کل جمعیت ایجاد نمیشه، خیلی فراوانی علل ها تغییر نمیکنن. اما اگر جمعیت کوچک باشه، یعنی مثلا ما یه جمعیت 100 تا پرنده ای داشته باشیم 50 تاشون از بین بروند، خب قطعا توی فراوانی علل ها تاثیر داره، نصف جمعیت از بین رفته 80 تاشون از بین برن 20 تا بمونن، خیلی تاثیرش روی فراوانی علل ها بیشتر هست. پس هر چه اندازه کوچکتر باشه رانش دیگری اثر بیشتری داره، یعنی بیشتر سبب تغییر در واقع فراوانی علل ها می شود. خب پس گفتیم که تو جمعیت های مختلف تاثیرش متفاوت هست بسته به اندازه جمعیت داره. رانش برخلاف جهش موجب کاهش تنوع میشه، تنوع رو کاهش میده. چرا؟ چون یه سری از افراد زیادی از بین رفتن که اون افراد خب میتونستن ژن‌هاشون رو به نسل بعد منتقل کنن و افراد متنوعی داشته باشیم ما. یه تعداد کوچیکی باقی مونده، اون تعداد کوچیک هم خب وقتی که با هم آمیزش داشته باشن باعث میشه که جمعیت ما تنوعش خیلی کم بشه. دست انتخاب طبیعی بسته است برای انتخاب افراد سازگارتر، یعنی ممکنه بر اثر رانش اتفاقا یه سری افراد خیلی داغون باقی بمونن. اینجوری مثال بهتون میزنم، مثلا یه جا سیل میاد 4 تا میمون تنبل داریم، اینا از رو درخت تنبلشون میکرد بیان پایین و بالا برن، رو درخت موندن، آدمای تنبلی هم بودن، اینا باقی میمونن. اون میمون تنبلا دیگه انتخاب طبیعی دیگه میخواد چی اینا رو انتخاب کنه؟ اگر مثلا شرایط محیطی تغییر بکنه دیگه انتخاب طبیعی دستش بسته است، نمیگه که آقا بین شما 4 تا اگه یه زرنگ بود من اون زرنگ رو میتونستم انتخاب کنم و دستم باز بود، مجبور بین همون 4 تا تنبلا به هر حال یه گلی به سرش بگیره. خب پس دست انتخاب طبیعی در رانش های در واقع در اثر رانش دیگری بسته است و هر چه رانش هم شدیدتر باشه خزانه ژنی باقی مونده محدودتره و فراوانی علل ها سریعتر تغییر پیدا میکنند. پس ببین جمعیت کوچک باشد، رانش شدید باشد، فراوانی علل سریع اتفاق میفته و باعث میشه که خزانه ژنی هم محدودتر باشه. شارش ژنی، شارش ژنی یعنی چی؟ یعنی افرادی از یک جمعیت به جمعیت دیگر مهاجرت بکنن. خب افرادی که از یه جمعیت وارد جمعیت دیگه میشن ژن هاشون هم با خودشون جابجا میکنن دیگه، ژن ها رو از این جمعیت میبرن به جمعیت دیگر و باعث میشن که اون جمعیت مقصد هم تغییر بکنه. حالا شارش اگر بین دو تا جمعیت به صورت پیوسته باشه، یه جمعیت اینجا داره یه جمعیت اینجا داره، یه سری از این افراد جمعیت A ما برن تو داخل B، یه سری از B برن داخل A، خزانه ژنی دو تا جمعیت بعد یه مدت شبیه هم میشه. مثال میزنیم، یه جمعیتمون داریم اینجا گوسفندهای سیاه هستن، اینجا گوسفندهای سفید هستن. وقتی بین این دو تا جمعیت شارش دو طرفه انجام بشه، سرانجام از نظر فراوانی ژنی هر دو خزانه ژنیشون شبیه هم میشه. یعنی هم تو این جمعیت ما گوسفندهای سیاه و سفید داریم، به همون نسبت هم تو این جمعیت گوسفندهای سیاه و سفید هستن، خزانه ژنی شبیه هم. در این حالت هم گونه‌زایی رخ نمیده. گونه‌زایی زمانی رخ میده که خزانه ژنی از هم جدا بشود که در ادامه به اون اشاره خواهیم کرد در گفتار سوم. خب شارش اگه یک طرفه باشه، یعنی از گوسفندهای سیاه فقط وارد گوسفندهای سفید بشن، سیاه‌ها خودشون همیشه سیاه باقی میمونن، جمعیتشون در واقع یک دست هست، اما تنوع تو جمعیت پذیرنده یا جمعیت مقصد افزایش پیدا میکنه. جمعیت مقصد هم گوسفندهای سیاه داره هم سفید، اما جمعیت مبدا فقط گوسفندهای سیاه رو داره. پس شارش یک طرفه تنوع جمعیت مبدا رو تغییر درش ایجاد نمیکنه، ولی تنوع جمعیت مقصد رو افزایش میده. سومین عاملی که باعث در واقع چهارمین عاملی که باعث تغییر اون هات به هم خوردن شرایط تعادل میشود آمیزش غیر تصادفی است. یعنی احتمال آمیزش تصادفی اصلا چیه؟ یعنی فرد هر فردی با یه فرد دیگه بشه کاملا تصادفی بدین که خودش بخواد انتخاب بکنه بیاد و آمیزش انجام بده. احتمال آمیزش هر فرد با فرد دیگری وجود دارد، اما آمیزش ها وقتی به رخ نمودها و یا حتی ژن نمودها بستگی داشته باشه دیگه تصادفی نیست. خب خیلی از جانوران که انسان هم شامل اون میشه جفت هاشون رو بر اساس ویژگی های ظاهریشون انتخاب میکنن. به عنوان مثال ما توی پرنده ها داریم، توی نوعی پرنده که هرچی طول دم بیشتر باشه
اون پرنده طول دوم پرنده نر بیشتر باشه، پرنده ماده بیشتر علاقه داره که با این جفتگیری کنه. خب پرنده‌ای که طول دومشون کوتاه، حالا یا دومشون بریده میشه بر اثر عوامل یا از نظر ژنتیکی به هر حال مشکل دارن و این اتفاق نمیفته، اینها در واقع ژن‌هاشون نمیتونن به نسل بعد منتقل کنن. اینجا میشه این آمیزش غیر تصادفی، یعنی این فرد دیگه در اون گروه جمعیت نمیتونه تو آمیزش انجام بده و ژن‌هاشو به نسل بعد منتقل بکنه. پس ویژگی‌های ظاهری و رفتاری سبب میشه که جانداران جفت‌های خودشون رو انتخاب کنن بر اساس این ویژگی‌ها، و انتخاب طبیعی هم آخرین عامل بر هم زننده تعادل در جمعیت‌ها هست. انتخاب طبیعی فراوانی دیگرها رو در خزانه ژنی تغییر که اون تعادله از هم در واقع گسسته بشه و تعادل به هم بخوره و خزانه ژن دچار تغییر بشه. بریم سراغ تست های این بخش. انتخاب طبیعی قطعاً تنوع علل ها رو تغییر میدهد. خب وقتی من گفتم میگه قطعاً، روی قطعاً شما باید تاکید بکنید. من میگه تنوع علل ها رو تغییر میده. انتخاب طبیعی بله تنوع رو میتونه علل ها رو در واقع کم بکنه، میتونه زیاد بکنه، چون یک سری از افراد انتخاب میکنه، این سری افراد علل های مثبت تا خوب داشته باشن، خب علل های خوبشون رو باقی میمونه، فراوانی علل بالاخره تغییر میکنه. فعلا این جمله رو درست میگیریم، بریم سراغ جمله های دیگه. قطعا فراوانی نسبی برخی بوده، برخی از علل ها رو تغییر میده. خب انتخاب طبیعی فراوانی نسبی رو تغییر میده، من اینجا گذاشتم که این جمله دوم بیاد. فراوانی نسبی علل ها رو تغییر میدهد، نه تنوع علل رو. تنوع علل در اثر نوترکیبی، در اثر جهش تغییر پیدا میکنه. دوست عزیز من خوب دقت کن، تنوع علل اگه بهت گفت در اثر جهش و نوترکیبی تغییر میکنه، یعنی علل جدیدی اضافه میشه یا در واقع عللی از بین میره. فراوانی نسبی علل هست که توسط انتخاب طبیعی در واقع تغییر پیدا میکنه. پس دو درست و یک غلط هست. باعث افزایش فراوانی جانداران حد وسط میشوند. چنین چیزی نیست، میتونه جانداران در واقع بارز رو انتخاب کنه، میتونه جانداران نهفته رو انتخاب کنه. انتخاب طبیعی ما نمیتونیم بگیم دقیقاً جانداران حد وسط رو فقط انتخاب میکنه. منابع بی انتهایی برای ایجاد انواع جدید فراهم میکنند. وقتی میگه منابع برای ایجاد انواع جدید، یعنی در واقع تنوع رو افزایش میده. انتخاب طبیعی تنوع رو افزایش نمیداد. باز هم تاکید میکنیم، جهش و نوترکیبی در جاندارانی که تولید مثل دارن باعث تغییر تنوع میشود. پس این هم غلط هست. 1, 3, و 4 غلط و جواب ما شد 2. تست سراسری 84 بود. بعضی بچه‌ها من دیدم میگن آقا تست این فصل خیلی سخته، نمیتونیم این تست‌ها رو بزنیم. خیلی باید مفهوم‌های این فصل رو مسلط باشین. به ظاهر ساده میان اما خیلی شبیه به هم هستن و توی تست‌ها دوچاره اشتباه میکنن شما رو. یه تست دیگه داریم از سال 85. کدام عامل توان بقای جمعیت رو افزایش میدهد؟ افزایش همانندی جمعیتی که همشون مثل هم باشن، یعنی همشون مقاوم به گرما باشن، در مقابل سرما بی تحمل باشن، یه هوای سرد به وجود بیاد که همه از بین میرن که. پس تنوع باید باشه، یعنی افزایش تنوع اگر در جمعیتی باشه، این جمعیت میتونه توان بقاش افزایش پیدا کنه. خب این اولی غلط. شارش ژنی در جمعیت مبدا، یعنی از یک جمعیتی مبدعی شارش پیدا کنه به یک جمعیت دیگر. خب وقتی در جمعیت مبدع شارش یک طرفه انجام بشه، مثال زدیم گوسفندهای سیاه فقط برن داخل گله گوسفندهای سفید، گوسفندهای سیاه تنوعشون تغییری نمیکنه و توان بقاشون تغییر پیدا نمیکند. پس این هم غلط هست. افزایش آمیزش بین ناخالص‌های جمعیت. خب اینجا نکته داره، اگر ناخالص ها با هم آمیزش داشته باشن، این نکته ژنتیکی هست. ما سه حالت رو داریم، سه حالت ژنوتیپی رو داریم که فراوان ترین حالات ژنوتیپی مون بودن. افراد هم خالص هستند، افرادی که به وجود میان، هم افراد خالص بارز به وجود میان، هم افراد ناخالص به وجود میان و هم افراد نهفته. خب تنوع افزایش پیدا کرد. حالا اگر میخواستن دو تا فرد خالص با هم آمیزش داشته باشیم چی میشه؟
اونجا تنوع کاهش پیدا میکنه، فقط ناخالص به وجود میاد. پس زمانی که دو تا ناخالص با هم آمیزش پیدا میکنن، چون تنوع افزایش پیدا میکنه، توان بقای جمعیت هم افزایش پیدا میکنه. پس باید بگردیم دنبال چیزی که تنوع رو زیاد میکنه که میشه گزینه 3. کاهش اندازه جمعیت خودش باعث کاهش احتمال بقای جمعیت هست دیگه. باز عواملی هست که بقای جمعیت رو در واقع تهدید میکنه. تست سراسری 95 خارج از کشور کدام عبارت درباره جمعیت‌های کوچک طبیعی نادرست است؟ یک، نیروهای تغییر دهنده گونه‌ها فعال می‌باشند. خب نیروهای تغییر دهنده گونه‌ها یعنی جهش و رانش و شارش تو همه جمعیت‌ها فعال هستند، چه کوچک باشه چه بزرگ باشه. پس این درباره جمعیت همه جمعیت‌ها درسته، ما دنبال نادرست‌ها باید بگردیم. تو نادرست داریم یعنی دنبال علامت زرد در باید بگردیم. امکان آمیزش میان افرادی با فنوتیپ یکسان وجود دارد. خب ببین جمعیت وقتی کوچیک باشه احتمال آمیزش بین اتفاقا افراد فنوتیپ یکسان خیلی بیشتر هست دیگه. این جمعیت کوچیک 10 15 نفر حق انتخاب خیلی ندارن، شهرش هم شبیه همن، مجبورن که با هم آمیزش انجام بدن. مثل در واقع چیتاهای آفریقای جنوبی که یک مثال خوبی بود که تو کتابای نظام قدیم بود، میگفت چون جمعیتشون کوچیکه و در واقع بیشترشون در اثر اون شکارهای بیش از حد و حالا تغییرات اقلیمی از بین رفتن، این جمعیت کوچیکی به وجود آوردن. این جمعیت کوچیکشون باعث میشه که اینا خیلی شبیه هم باشن، فنوتیپاشون شبیه هم هست. خب پس اینم احتمالش وجود داره و غلط نیست. امکان وقوع تغییرات شدید در فراوانی نسبی علل‌ها وجود دارد. خب بله جمعیتی کوچیک باشه تغییرات میتونه شدیدتر باشه و در واقع تغییرات شدید فراوان نسبی علل‌ها اتفاق بیفته. یعنی ما جمعیت کوچیکی داریم میتونیم که جمعیت رانش اتفاق بیفته، رانش فراوانی نسبی علل‌ها رو تغییر میده. حالا هر چی گفتیم جمعیت ما کوچیکتر باشه اثر رانش بر روی تغییر فراوانی نسبی علل‌ها بیشتر خواهد بود. پس گزینه 3 هم درست هست، قطعا جواب باید 4 باشه دیگه. حالا بررسی میکنیم. در پاسخ به هر تغییر محیطی شانس بقا و زادآوری افزایش مییابد. نه، تغییر محیطی میتونه چی باشه؟ میتونه رانش باشه. رانش باعث میشه که تنوع جمعیت کاهش پیدا بکنه و هر چه جمعیت کوچکتر باشه رانش باعث میشه که تنوعش کمتر بشه و شانس بقاش رو اتفاقا کاهش میده. هر تغییر محیطی پس اینجا لحاظ نمیشه. اگر میگفت جهش، بله جهش میتونه شانس بقا رو افزایش بده چون تنوع رو زیاد میکرد، ولی اینجا گزینه 4 گزینه ای هست که جواب در واقع مفهومش غلط هست و چون ما دنبال نادرست ها میگردیم پاسخ تست ما گزینه 4 هست. یه تست دیگه از سراسری 92. جهش میتواند جهت و مقدار تغییر گونه ها رو تعیین کند. جهش جهت رو نمیتونه تغییر تعیین کنه، جهت کار در واقع محیط بود که جهت رو تعیین میکرد، به جهت افرادی برن که سرما رو دوست دارن، به جهت افرادی حرکت بکنه جمعیت که گرما رو دوست دارن. پس این غلط هست. به عنوان تنها ماده ایجاد کننده انتخاب طبیعی شناخته میشود. گفتیم جهش و نوترکیبی، البته نوترکیبی در افرادی که تولد مثل جنسی دارن. پس تنها ماده جهش نیست، این هم غلط هست. در شرایطی میتواند سبب سازش پذیری فرد با محیط شود. چون گفته میتواند یعنی میتواند جهش مثبتی ایجاد بشه که اون فرد رو با محیط جدیدش یا با محیطش سازگارتر کنه. بله چنین اتفاقی میتونه بیفته. بریم سراغ گزینه 4. بازم هنوز تا زمانی که یک گزینه درستتر و صحیحتری رو نسبت به بقیه انتخاب نکردید دست نکشید از حل تست زیست شناسی. همواره سبب برهم زدن تعادل ژنی جامعه می شود. چون گفته همواره، ما با این همواره مشکل داریم. ممکنه جهش اتفاق بیفته که در واقع بیاد و تنوع تعادل ژنی رو برهم نزنه، یعنی جهش اتفاق بیفته که بی اثر باشه، تعادل ژنی برهم نمی خورد. پس همین گزینه 3 از بقیه گزینه ها صحیح تر هست. سراغ حفظ گوناگونی در جمعیت ها. اگر گوناگونی در جمعیت حفظ بشود، یعنی اون تفاوت‌های فردی حفظ بشه، تنوع افراد حفظ بشه، خب شانس بقای جمعیت افزایش پیدا می‌کنه در اثر تغییر محیط. جمعیتی که متنوع‌تر باشد در شرایط محیطی سخت‌تر و در شرایط محیطی مختلف می‌تونه به هر حال یک دست از افرادش هستن که بتونن دووم بیارن و این جمعیت خب توانای بقاش میره بالا. چون فرض کنید که ما یه جمعیتی داریم از حیوانات که این حیوانات همه‌شون فقط
ماهی میخورن، در کنار برکه زندگی میکنن، همه هم فقط ماهی میخورن، هیچ حیوان دیگه نیست که چیز دیگه بخوره. اون برکه خوش میشه، ماهی از بین میرن، همه حیوان هم از بین میرن چون غذا دیگه نمیتونن بخورن. حالا این وسط بعضیشون هستن علاوه بر ماهی مثلا حشرات رو میخورن، بعضیشون هستن که از گیاهان استفاده میکنن. خب اگه اون برکه خشک باشه، اونهایی که ماهی به غیر از ماهی چیزهای دیگری هم میخورن میتونن زنده بمونند و در واقع میتونیم بگیم که جمعیت باقی میمونه، بقا پیدا میکند. پس اگر در جمعیتی تنوع باشد، شانس بقای جمعیت هم افزایش پیدا میکنه. خب حالا انتخاب طبیعی چیکار میکنه؟ افراد سازگارتر انتخاب میکنه. وقتی افراد سازگارتر انتخاب میشن، گوناگونی کاهش پیدا میکنه. همین مثالی که براتون زدیم، یه برکه داریم، دورش یه سری حیوان مال یه جمعیت هستن، همه همگونه هستن و همشون دارن ماهی تغذیه و خیلیشون ماهی تغذیه میکنن، بعضی ها که علف و گیاه و حشره میخورن. حالا برکه خشک میشه، اون ماهی خوره از بین میرون، اونا که فقط از بین رفتن، گوناگونی اومد پایین. پس وقتی انتخاب طبیعی میاد و عمل میکنه و در واقع شرایط محیطی تغییر پیدا میکنه، انتخاب طبیعی ایجاد میشه، گوناگونی کاهش پیدا میکنه. وقتی گوناگونی هم کاهش پیدا میکنه، توان بقای جمعیت جدید هم میتونه کاهش پیدا کنه. یعنی اون جمعیتی که مثلا از گیاهان و حشرات استفاده میکنه، دفعه که حشرات و گیاهان از بین برند و اونا دیگه توان بقا ندارن، برکه پر آب بشه، پر ماهی بشه و حشرات رو اینا از بین برن، اونا عادت کردن فقط به حشره و گیاه و خب توان بقاشون کاهش پیدا میکنه. پس گوناگونی موجب افزایش توان بقا میشود، اما انتخاب طبیعی موجب کاهش گوناگونی و کاهش توان بقا میشه. رانش هم همینطور است، رانش هم گوناگونی رو کم میکنه، پس میتونه موجب در واقع کاهش توان بقای جمعیت بشه. خب سازوکارهایی که گوناگونی رو حفظ میکنن چیان؟ گوناگونی عللی در گامت ها هستن، نوترکیبی و اهمیت ناخالص ها که یکی یکی در باره اون بحث میکنیم. گوناگونی دیگری یا گامتی یعنی چی؟ یعنی هر فردی گامت هایی از پدر و مادرش دریافت میکنه. حالا پدر و مادر گامت های متنوعی رو ایجاد میکنن، پس میتوانن فرزندان متنوعی رو هم ایجاد بکنن که باعث گوناگونی در جمعیت بشود. حالا اینکه کدوم یکی از در واقع کروموزوم های پدر و مادر به فرزنداش منتقل بشه، همه به میوز یک بستگی داره، در آرایش چهارتایه ها یا تترات ها. تترات ها در میوز یک می اومدن در کنار هم، کروموزوم های هومولوگ وقتی که در کنار هم قرار می گرفتن چون مضاعف شده و دو کروماتیدی بودن، ما به این گفتیم آرایش تترادی، یعنی در واقع دو کروموزوم هومولوگ که هر کدوم دو تا بازو دارن، چهار تا بازو در کنار هم تشکیل تتراد یا چهارتایه رو می دهد. خب در متافاز چه این اتفاقی می افتاد؟ حالا زمانی که تترادها در کنار هم قرار میگیرن، آرایش های مختلفی میتونن به وجود بیارن که این آرایش های مختلف در گوناگونی گامت ها تأثیر میگذاره، باعث میشه که گامت های متنوعی به وجود بیان. خب پس یکی از در واقع عوامل ایجاد کننده تنوع در گونه ها آرایش تترادی، که آرایش تترادی باعث گوناگونی دگره‌ای یا عللی در گامت ها می شود. برای که این مثال بهتر متوجه بشید، اینجا برای شما یه شکلی رو گذاشتیم. ما سه جفت کروموزوم هومولوگ اینجا داریم که تشکیل در واقع دارن تشکیل تتراد رو میدن. خب اون جفتی که در واقع سبز رنگ هستن مربوط به یک ژن رو براشون مشخص کردیم، ژن A، قرمزها ژن B و آبی ها ژن D. خیلی گامت های گوناگونی از این میتونه به وجود بیاد. میتونه یک گامتی به وجود بیاد که A بزرگ، B بزرگ و D بزرگ در اون باشن، یعنی فقط اون کروموزوم، یکی از کروموزوم های هومولوگ که علل بزرگ دارن، میتونه A کوچیک، B کوچیک، D کوچیک داشته باشه، میتونه باز بین اینها باشه، یعنی مثلا A بزرگ، B کوچیک، B بزرگ، D کوچیک باشه، تنوع خیلی زیاد. خب ما چجوری در واقع میان و آرایش تترادی رو مشخص میکنیم و انواع گامت هایی که از این به وجود میان رو مشخص میکنیم؟ این میشه دوتا در واقع مسئله. یکی انواع گامت هایی که این سلول تولید میکنن. ما گفتیم سلولی که دارای کروموزوم هاش رو به ما میدن یا عدد کروموزومیش رو به ما میدن و یا کروموزوم های ناخالص هم مشخص میکنن، دو به توان N برابر است با انواع گامت هایی که این سلول تولید میکند. انواع گامت ها یعنی این سلول. N ما چی هست؟ N ما جفت
کروموزوم های غیر جفت کروموزوم های همتایی هستن که علل هاشون با هم فرق میکنه. اینجا چون هر سه جفت علل هاشون متفاوت هست، یعنی مثلا بی بزرگ هست که بی کوچیک و ناخالص هستن، ان ما برابر با 3 هست. پس 2 به توان 3 یعنی 8 نو گامت رو این سلول میتونه تولید بکنه. خوب دقت بکنید، تعداد جفت صفات، در واقع صفات ناخالص رو در نظر میگیریم، جفت کروموزوم های هومولوگ ناخالص. اگر اینا همشون خالص بودن این فرد فقط یک نوگام تولید میکرد. خب اما آرایش تترادی خیلی ازش سوال نیومده و بعید هم میدونم سوال بیاد، ولی خب ما به شما این رو میگیم که نکتهش رو بدونیم. انواع آرایش تترادی که موقع میوز میتونه اتفاق بیفته، انواع آرایش تترادی برابر است 2 به توان n من های 1 که این n ما هم باز هم کروموزوم های در واقع صفات ناخالص ما هست، تعداد ناخالص های ما هست. اینجا ما 3 تا ناخالص داریم، 2 به توان 3 من های میشه 2 به توان 2 میشه 4. 4 نوع آرایش تترادی میتونیم داشته باشیم، یعنی مثلا این 4 به 4 نوع میتونن در کنار هم قرار بگیرن که در وسط سلول آرایش تترادی ایجاد بکنن. اما تعداد انواع گامت هایی که میتونن تولید کنن 8 عدده. پس این دوتا رو با هم دیگه اشتباه نگیرید. اگر انواع گامت رو ازتون خواستن 2 به توان n برابر با تعداد صفات ناخالص، اگر تعداد آرایش تترادی، انواع آرایش تترادی رو ازتون خواستن 2 به توان n منهایی که n برابر است با تعداد صفات یا ژن‌های ناخالص، که خب هر ژن هم دو تا علل داره و یک علل بر روی یک کروموزوم، علل هم بر روی کروموزوم هومولوگ دیگرش هست. بریم سراغ نو ترکیبی، یعنی گامت هایی با کروموزوم های نو ترکیب اگر وجود بیاد بهش میگیم نو ترکیبی. پس تو حالت قبلی فراوانی عللی بود، یعنی فراوانی علل ها فرق میکنه، حالا گامتی با کروموزوم جدید به وجود بیاد، یعنی کروموزومی که در پدر و مادر وجود نداشته. خب در نو ترکیبی ترکیبات جدید از علل های قدیمی به وجود میاد، یعنی علل های قدیمی هستن تبدیل به ترکیبات جدیدی میشن، علل جدیدی به وجود نمی آید. گفتیم بدون نیاز به پیدایش علل های جدید میتواند بر تنوع ژنتیک جمعیت بیافزاید. خب گامت نو ترکیب گامتی میشه که در واقع مشابهش در والدین وجود نداشته، حتی میتونن ژنوتیپ نو ترکیب ایجاد بکنن، ژنوتیپی که در والدین وجود ندارد. علت ایجاد کروموزوم های نو ترکیب چی است؟ یکی از علتاش کتاب شما گفته کراسینگ اوور یا چلیپایی شدن بین دو کروماتید قید خواهری از کروموزوم های همتا. برای که مفهوم چلیپایی شدن یا در واقع اون کراسینگ اوور رو بفهمید، بعد اول ژن های پیوسته رو بررسی کنیم. ژن های پیوسته ژن هایی هستن که بر روی یک کروموزوم قرار دارند و هنگام میوز با هم وارد یک گامت می شوند. اگر این یک کروموزوم ما باشه و بر روی این کروموزوم 3 تا ژن وجود داشته باشه، هر ژن هم یه علل مربوط به خودش داره، از یک حرف برای هر ژن استفاده میکنه. این علل ای بزرگ رو داره، این یکی مثلا بی کوچیک رو داره، این دیگری هم دی بزرگ رو داره. ای بزرگ بی کوچیک و دی بزرگ بر روی یک کروموزوم هستن و با هم وارد یک گامت میشن و کروموزوم هومولوگ این کروموزوم هم بخوام بکشیم، اون هم دقیقاً تا همون جایگاه‌ها ستاژن رو داره. علل هاش حالا گفتیم میتونه متفاوت باشه، میتونه یکسان باشه، حالا ما علل ها رو چه متفاوت در نظر میگیریم. ای کوچیک، بی بزرگ و دی کوچیک هر سه با هم بر روی یک در واقع کروموزوم قرار دارن و پیوسته هستن. یعنی چنین فردی اگر بخواد در واقع گامتی ایجاد بکند، دو حالت بیشتر ندارد. یکی از کروموزوم های هومولوگ وارد یک گامتش میشه، این ستا با هم وارد یک کروموزوم میشه، در واقع گامت میشوند، ای بزرگ بی کوچیک و دی بزرگ هستند و این سه هم با هم وارد یک گامت میشن، ای کوچیک بی بزرگ دی کوچیک. دیگه مثلا ای بزرگ نمیتونه با بی بزرگ وارد یک گامت بشه، چون ای بزرگ بر روی یک کروموزوم قرار داره، بی بزرگ هم بر روی کروموزوم دیگر قرار داره، چنین اتفاقی نمیتونه بیفته. پس به ژن هایی که بر روی یک کروموزوم قرار دارن میگن ژن های پیوسته و هنگام میوز با هم وارد یک گامت می شوند. خب نکته مهم هم گفتیم، آقا دو ژنی که برای کروموزوم قرار دارن با هم وارد گامت نمی شن، یعنی
با هم وارد گامت های مختلف نمیشن. این دوتا که روی یک کروموزوم هستن با هم فقط و فقط وارد یک گامت میشن، مگر اینکه کراسینگ اوور رخ بده که اون واقع این دو ژن میتونن وارد در واقع گامت های مختلف بشن. خب میوز یک، هنگام جفت شدن کروموزوم های همتا و ایجاد تترا در متافاز میوز یک اتفاق میفته و تترات ها ایجاد میشن و وسط سلول میان، زمانی که اونجا میخوان کروموزوم های هومولوگ از هم جدا بشن، جفت کروموزوم هومولوگ میخوان از هم جدا بشن، تو آنافاز ممکنه که قطعاتی بین دو کروموزوم هومولوگ بین کروماتید های غیر خواهریشون، کروماتید خواهری در واقع کروماتید هایی هستن که مربوط به یک کروموزوم هستن در داخل یک کروموزوم هومولوگ، مثلا این دوتا با هم خواهری محسوب میشن، این دو با هم خواهری محسوب میشن، اما غیر خواهری یعنی این ضرب در دارن میزنن با این، دوتا میشن کروماتید های غیر خواهری که مربوط به یک جفت کروموزوم هومولوگ هستن. اگر قطعاتی رو با هم مبادله بکنن به شرط اینکه این قطعات مبادله شده دارای علل های متفاوتی باشد، این شرط خیلی مهمه، کراسینگ اوور رخ میدهد. خوب دقت بکنید، الان اینجا ما علل بی بزرگ رو داریم توی پایین این کروموزوم هومولوگ، همونجا تو همونجا علل بی کوچیک رو تو کروموزوم هومولوگ دیگه‌اش داریم، در واقع توی کروموزوم مشابه خودش داریم. خب وقتی بین این دوتا کراسینگ اوور یا چلیپای شدن رخ بدهد، یعنی بی بزرگ میره توی کروموزوم دیگه، بی کوچیک هم میاد توی این کروموزوم دیگه، یعنی با هم جابجا شدن، این رفت اینجا، این هم اومد اینجا به این شکل. خب اینجا فراوانی در واقع گامت هایی که میتونن تولید بشن تغییر پیدا میکنه، گامت های جدیدی میتونن تولید بشن. اگر اینجا ما گامت هامون فقط آی بزرگ بی بزرگ و آی کوچیک بی کوچیک هستن، یعنی دو نوع گامت میتونه تولید بشه قبل از کراسینگ اوور، بعد از کراسینگ اوور اینجا 4 تا گامت ایجاد شده است، ای بزرگ بی بزرگ ایجاد شده، چون این ای بزرگ با این بی بزرگ با هم وارد یک گامت، ای بزرگ با این بی کوچیک با هم میتونن وارد یک گامت بشن، ای کوچیک و بی بزرگ با هم میتونن وارد یک گامت بشن، به این شکل تنوع گامتی ایجاد شده. من یه بار دیگه اینو با یه مثال به این شکل برای شما نشون میدم. خب ما یک جفت کروموزوم هومولوگ داریم، اینجا هر دوشون ای بزرگ هستن و این پایین هر دو بی بزرگ هستن. کروموزوم هومولوگ دیگه، چون توی یک کروموزوم در واقع وقتی که کروموزوم همانند سازی میکنه دقیقاً با کروماتید های خواهری مشابه هم باشن، نبینم کسی اینجا یک کروموزوم داره مینویسه به صورت طبیعی آی بزرگ رو یک سمت بذاره سمت دیگه آی کوچیک رو بذاره توی کروموزوم، در یک کروموزوم بین دو کروماتید خواهری علل ها کاملا مشابه هم هستن. بین کروموزوم های هومولوگ میتونن علل ها متفاوت باشن. اینها بین قبل از اینکه کراسینگ اوور رخ بده، اگر این بخواد میوز انجام بده، این سلول بخواد میوز انجام بده، خب قطعا یک دونه کروموزوم از هومولوگ ها وارد یک گامت میشه، اون هومولوگ دیگه هم وارد گامت دیگر میشود، به این شکل میشه آی کوچیک بی کوچیک، آی کوچیک بی کوچیک، یعنی این گامت جنراتیوش میشه آی بزرگ بی بزرگ و این گامت میشه ای کوچیک بی کوچیک. ولی وقتی کراسینگ اوور رخ میده کلاً قطعات با هم مبادله میشوند، اگر علل هایی که مبادله شدن با هم دیگه متفاوت باشن قطعاً نوع ترکیبی ایجاد میکنه. حالا ببینیم تو مسائل کراسینگ اوور اینو به خوبی براتون توضیح میدیم همراه با حل مسئله. خب نکات کنکوری داریم، هر سلول زاینده در مردان در اثر میوز دو نوع گامت رو میتونه بده، در هر میوز میتونه تنها در واقع دو نوع گامت رو دو نوع گامت ایجاد میکنه، در زنان یه نوع گامت، اما اگر کراسینگ اوور رخ بده سلول زاینده مردان 4 نوع و زنان 2 نوع. میخوام بگم که تنوع گامتی افزایش پیدا میکنه. جاندارانی که میوز انجام نمیدن مثل باکتری ها، برخی آغازیان، برخی قارچ ها، گیاهان تریپلوئید، قاطر، اینها چون نوع ترکیبی انجام در واقع جاندارانی که میوز انجام نمیدن تولید مثل جنسی ندارن، کراسینگ اوور هم ندارند. بین کروموزوم ها جنسی ملخ نر X و O، مردها X Y، پرندگان و پروانه های ماده زد W کراسینگ اوور رخ نمیده، چون اینها هومولوگ نیستن. هومولوگ باید باشن، شرط اولش هست کراسینگ اوور بین کروموزوم های هومولوگ بین کروماتید های غیر خواهرشون رخ میدهد. در سلول های اتوزومی هم کراسینگ اوور رخ نمیده. چرا؟ چون اینا اصلا کلا میوز انجام نمیده. کدوم سلول مثلا پوست دستی میتونه میوز انجام بدهد؟ پس چون سلول ها میوز انجام نمیدن، سلول های اتوزومی یا پیکری کراسینگ اوور هم ندارن. خب
مثالی داریم مثل تست مقابل، فردی با ژنوتیپ 2N مساوی 4، این فرد خب 4 تا کروموزوم داره، بعد از کراسینگ اوور و تبادل قطعات بین بی بزرگ و بی کوچیک حد اکثر چند نوع گامت جدید میتواند تولید کند. این مسئله که میخوایم حل کنیم خیلی راحت راه حلش رو میدم. اولا تبدیلش کنیم به حالت کسری. خب اونهایی که پیوسته هستن با هم کدومن؟ آی بزرگ و بی بزرگ با هم پیوستن روی کروموزوم قرار دارن، ای کوچیک و بی کوچیک هم روی کروموزوم قرار دارن، اما اینجا پیوستگی نداریم. تو حالت دوم اینجا الان غیر پیوسته هستن، سی بزرگ بر روی کروموزوم، سی کوچیک هم بر روی کروموزوم، با هیچ ژن دیگه پیوسته نیستن. ما این رو به حالت در واقع ساده تر تبدیل میکنیم برای حل مسئله. این حالت اول پیوستگی رو میایم 90 درجه میچرخونیم، به این شکل میشه. حالا آی بزرگ ابتدا می نیسیم، آی بزرگ بی بزرگ که با هم و بر روی کروموزوم قرار دارن روی صورت قرار می گیرن یا می تونن تو مخرج قرار بگیرن، فرق نمی کنن. اونایی که با هم روی کروموزوم هستن باید حتما کنار هم باشن. آی کوچیک و بی کوچیک هم چون با هم روی کروموزومن در کنار هم قرار می گیرن. سی بزرگ سی کوچیک هم که حالت معمولی هست، غیر پیوسته است. پس پیوسته ها رو با خط کسری نشون دادیم، غیر پیوسته ها هم به این شکل. خب ما می‌خوام ببینیم که گفته بعد از کراسینگ اوور، اول قبل از کراسینگ اوور رو بگیم که چجوری باید حساب بکنیم تعداد گامت ها رو. ببین بچه‌ها، زمانی که ما به این شکل به این حالت داریم، اگر اونهایی که پیوسته هستن کل کسر رو نگاه می‌کنیم، صورت و مخرج کسر مشابه هم بودن، یه عدد یک زیر کسر می‌ذاریم، ولی اینجا صورت و مخرج کسر ما مشابه هم نیستن. مشابه یعنی چی؟ یعنی دقیقاً اینجا ای بزرگ بی بزرگ که در صورت داریم، در مخرج هم ای بزرگ بی بزرگ داشته باشیم. چون مشابه نیستن و با هم فرق میکنن، زیر کس عدد 2 رو میذاریم. خب فردی که سی بزرگ سی کوچیک، ژنی که سی بزرگ سی کوچیک هستن، دو حالت دو نوع گامت تولید کنه، یک گامت دارای سی بزرگ، یک گامت دارای سی کوچیک. اینو قبلا توی حل مسئله ژنتیک بهتون گفتیم و آموزش دادیم. خب این دو تا حالت میتونه ایجاد کنه، دو تا حالت ضرب در هم میشن 4 حالت قبل از کراسینگ اوور اتفاق میفته. پس قبل از کراس 4 نوع گامت میتونه تولید کنه. اما بعد از کراسینگ اوور چی میشه؟ هر جا ما کسری داشتیم به این شکل و بعد گفت کراسینگ اوور، حالا مثلا بین قطعات بی و بی بزرگ بی کوچیک، ممکنه بگه بین ای بزرگ ای کوچیک، فرق نمی کنه. هر وقت کراسینگ اوور رخ بدهد، یعنی اینها شکسته میشوند و مثل حالت در واقع غیر پیوسته در میان، یعنی آی بزرگ آی کوچیک با هم دیگه که به این شکل کنار هم نوشته میشن، بی بزرگ و بی کوچیک هم به این شکل کنار هم نوشته میشن. پس ما وقتی کراسینگ اوور رخ میده از حالت پیوستگی اینها رو خارج میکنیم، سی بزرگ سی کوچیک هم که به همون شکل کنارشون نوشته میشن. خب این دو نوع گامت، فرد ناخالص دو نوع گامت ایجاد میکند، فرد خالص یک نوع، ناخالص ها رو زیرش 2 میذاریم، ضرب میکنیم در هم، میشود 8 نوع گامت بعد از کراس. خوب دقت کن، قبل از کراس 4 نوع گامت بود، بعد از کراس شد 8 نوع گامت. حالا گفته گامت های نو ترکیب و گامت های جدید، 8 تا جدید، 8 تا تولید شده، 4 تاش قدیمی بوده چون قبلا اون 4 تا تولید می شده، 8 منهای 4 می شود 4، یعنی گزینه 2. پس اول باید قبل از کراس رو حساب بکنیم، حالت قبل از کراس، بعد حالت بعد از کراس رو محاسبه می کنیم و از هم کسر می کنیم. یک مثال دیگه آوردم که متوجه بشین، در فردی باز مثل ژنوتیپ روبرو، قبل و بعد از کراس بین بی کوچیک و بی بزرگ چند نوع گامت تولید میشه. دوباره میایم به حالت کسری مینویسیم، ای بزرگ و بی بزرگ کنار هم چون بر روی یک کروموزوم قرار دارن، ای کوچیک بی کوچیک هم کنار هم چون بر روی یک کروموزوم هستن، ای بزرگ و ای کوچیک چون در روی کروموزوم های جدا هستن، اینها رو به این شکل جدا مینویسیم. خب قبل از کراس این نگاه میکنیم به کسرمون، صورت و مخرج با هم برابر نیست، زیرش عدد 2 میذاریم، فرد ناخالص هم صفت ناخالص هم دو نوع گامت تولید میکنه، 2 ضرب در 2 مساوی است با 4، قبل از کراس 4 نوع گامت تولید میکنه. بعد از کراس چی میشه؟ بین هر کدوم از اینا که کراس اتفاق بیفته مهم نیست، مهم اینه که این به صورت از حالت کسری در میاد، یعنی آی بزرگ آی کوچیک صفت مربوط به مثلا یک ژنی، علل های مربوط به یک ژن یا یک صفت کنار هم می نویسیم و علل های بی رو هم کنار هم می نویسیم، یعنی از اون حالت پیوستگی اینها رو خارج می کنیم و ای بزرگ ای کوچیک. خب ناخالص ها گفتیم دو نوع گامت تولید می کنن، 2 2 2 ضرب می کنیم در هم دیگر، می شود 8 نوع گامت. قبل از کراس 4 نوع گامت
بعد از کلاس 8 نو گامت میتونه این فرد تولید بکنه. خب این دیگه خودش به صورت کسری به شما داده، فردی قبل و بعد از کلاس چند نو گامت میتونن تولید بکنن. این فرد رو قبل از کلاس صورت و مخرج کسرها رو نگاه میکنم، دو تا کس داریم و صورت و مخرجشون با هم نمیخوره، اینو براش دو میذاریم، اینو براش دو میذاریم. اگر صورت و مخرج یکسان باشه بعد یک بذاریم، دو ضرب در دو میشه 4 تا. بعد از کلاس شما خیلی بهت میگه الان 8 نگامت 4 رو ضرب در 2 میکنیم، ولی اینجوری نیست، چون دو حالت پیوستگی داریم، بعد کنار هم بنویسیم، از هم جداشون میکنیم، پیوسته ها رو از هم جدا میکنیم به این شکل. اف بزرگ پایین هم اف بزرگ هست، ای بزرگ ای کوچیک، اف بزرگ اف بزرگ، آی بزرگ آی کوچیک، بی بزرگ بی کوچیک. خب افراد ناخالص 2، افراد خالص 1 ضرب میکنیم میشود 8. اما اگر این فردی که در واقع اف بزرگ اف بزرگ هست، این اف بزرگ اف کوچیک بود، یعنی مخارج کس اف کوچیک بود، یه 2 هم اینجا اضافه میشد و میشد در واقع 16 نو گامت بعد از کلاس. یعنی همیشه میخوام اینو بهتون بگم که تعداد گامت های بعد از کلاس دو برابر گامت های قبل از کلاس نیست، این نکته رو حواستون بهش باشه. اهمیت ناخالص ها، یعنی افراد ناخالص موجب حفظ تنوع میشن و هیچ علیلی از جامعه حذف نمیشه. وقتی دوتا ناخالص با هم آمیزش پیدا میکنن، سه حالت ژنوتیپی رو داریم ما، هم افراد خالص بارز، هم افراد خالص نهفته و هم ناخالص به وجود میان و فراوانی علل ما حفظ میشود. مثالی کتاب زده برای شما بیماری کمخونی داسی شکل هست که خیلی توی این در واقع کتاب دربارش صحبت کرده و میتونه تست های ترکیبی هم ازش بده به شما. یه بیماری اتوزومی مغلوبه، افرادی که این HP یعنی هموگلوبین، هموگلوبینشون در واقع علل های A بزرگ و A بزرگ رو دارند، افراد خالص بارز هستند. اونهایی که S کوچیک رو دارند، ما از علل های حروف متفاوت استفاده کردیم، اینها افراد خالص نهفته و بیمار هستند و افراد ناخالص هم علل A دارن و علل S کوچیک رو دارن. ها ناخالصن، سالم هم ولی ناقل ژن هستن. خب افراد مغلوب معمولا در اثر بیماری و کمخونی شدید از بین میروند و افراد مغلوب نمیتونن تولید مثل انجام بدن، اما افراد ناخالصی که تولید مثل انجام میدهن میتونن علل مغلوب رو به نسل بعد منتقل پیدا انتقال بدن. یعنی افراد ناخالص هیچ وقت از بین نمیرن چون سالمن، ولی علل رو میتونن منتقل کنن و به نسل های آینده انتقال بدن. حالا در مناطقی که مالاریا وجود داره، فردی که در واقع خالص بارز هست، ای بزرگ داره، این فرد میتونه در واقع اون انگل مالاریا در داخل گلبول‌های قرمزش رشد کنه و این فرد از بین بره. خب فراوانی علل ای بزرگ کاهش پیدا میکنه. فرد مغلوب هم که خب در اثر بیماری میمیره و فراوانی اس کاهش پیدا میکنه. چه چیزی باعث حفظ فراوانی علل های ما میشه، یعنی A و S رو در منطقه مالاریا خیز حفظ میکنه؟ افراد ناخالص. افراد ناخالص چون یک سری از گلبول هاشون داسی شکل هست، گلبول های کمشون در اثر کم خونی داسی شکل میشه، در اثر کمبود اکسیژن داسی شکل میشه، اینها انگل تو گلبول هاشون رشد نمیکنه و سالم میمونن و میتونن هر دو علل رو هم A بزرگ هم S رو به نسل بعد انتقال بدهند. پس اینجاست که مزیت افراد ناخالص در برخی از شرایط مشخص می شود که چه مزیتی دارند. یه تست هم برای این قسمت سراسری 87. در مناطقی که آرزه گلبول های قرمز داسی شکل شایع است، یعنی گلبول قرمز داسی شکل اتفاق می افته، شانس بقای کدام یک از اینها در هنگام شیوع مالاریا نسبت به قبل از آن، حالا بیشتر میشه کمتر میشه، شانس افراد ناخالص در هنگام شیوع مالاریا نسبت به قبل از آن بیشتر می شود؟ ببین افراد ناخالص اگر در شرایطی باشن، در شرایط محیطی معمولی مالاریا نباشه، اکسیژن طبیعی باشه، اینا گلبولاشون طبیعیه، اما اکسیژن کم بشه گلبولاشون برخشون داسی شکل میشن و امکان داره که کمخونی حالا بگیرن و دچار مشکل بشن و حتی از بین برن. پس در شرایط معمولی شانس بقای افراد ناخالص کمه نسبت به افراد خالص بارز، چون اگر اکسیژن کم بشه خب اینا ممکنه که از بین برن. اما در هنگام مالاریا شانس اینها کاملا 100% است، چون زنده میمونن، ولی دو فرد دیگه ممکنه از بین برن. پس اگر در منطقه
آرزه کم گلبول های قرمز داستی شکل شایع باشد. مالاریا اتفاق بیفتد، شانس افراد ناخالص نسبت به قبل از مالاریا افزایش پیدا می کند. این نکته خیلی مهمی است که باید در قالب این تست یاد بگیرید. این گفتار هم تمام شد. در گفتار سوم با شما خواهیم بود در رابطه با گونه‌زایی و تشکیل گونه‌های جدید. امیدوارم که از این ویدیو استفاده کافی رو برده باشید. روز روزگارتون خوش. شما را به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون.